درود بر همیهنان عزیز و همراهان همیشگی کانال آوای ایران در بسته خبری امشب با چهار موضوع مهم در خدمتتون هستیم ایران رسما به آذربایجان اعلام جنگ کرد تجاوز فرماندهی انتظامی چابهار به یک دختر روستایی کشف هجاب کتایون ریاهی بازیگر مشهور در اعتراض به جان باختن امینی و در انتها اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به قتل محسا امینی نمیخواهیم بمیریم دعوت میکنم تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید قبل از هر چیز خوشحال میشم از اینکه نظرتون رو درباره این تحلیل در قسمت کامنت ها در زیر ویدیو با ما و سایر دنبال کنندگان به اشتراک بگذارید لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما ایران رسما با آذربایجان اعلام جنگ کرد ساعتی قبل ارتش ایران رسما با آذربایجان اعلام جنگ کرد توییت رسانه نیروی زمینی ارتش در مورد استقرار نیروهای نظامی ایران در مرزهای شمال غرب کشور از وقوع درگیری بین ایران و آذربایجان خبر میدهد در این توییت که حساب کاربری نیروی زمینی ارتش منتشر کرده است آمده است تیپ های زرهی واکنش سری و بالگرد های تهاجمی ارتش در مرزهای آزربایجان و ارمنستان با ایران مستقر هستند جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نمیگذارد تغییری در مرزهای منطقه به وجود بیاید امیر هیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در چند روز گذشته از نیروهای خود بازدید داشته است پیش از این همزمان با اعلام مرگ دست کم 176 نفر در درگیری های تازه میانه یعنی آذربایجان و ارمنستان حسین امیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تماس با همتای آذری خود مرز ایران و ارمنستان را یک راه ارتباطی تاریخی خوانده و گفته بود که این مرز باید بدون تغییر حفظ شود در پی دو روز درگیری نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان دست کم 176 نفر کشته شدند شورای امنیت ارمنستان روز پنجشنبه 24 شهریور اعلام کرد و که از شامگاه چهارشنبه به کمک میانجیگران و برقرار شده همچنان پا آتشبسی که روسیه برای برقراری آن در روز سهشنبه تلاش کرده بود به سرعت در هم شکسته شد از دو سال پیش که جنگ شش هفته ای بین آذربایجان و ارمنستان به کشته شدن بیش از 6600 نفر انجامید رخداد روزهای اخیر خونین ترین درگیری های میان دو کشور بوده است منطقه ای که درگیری اخیر در آن رخ داد در نزدیکی مرز بین ایران و ارمنستان است تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر روستایی پایگاه خبری سیستان و بلوچستان نوشته که فرمانده نیروی انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان تجاوز جنسی کرده است این سایت نوشته که این فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در حین بازجویی از یک دختر نوجوان که مزنون به قتل است به او تجاوز کرده است بر اساس اطلاع ایران وایر این دختر نوجوان در پرونده اتهام به قتل تبرئه شده است و خانواده او در حال شکایت از این فرمانده پلیس چابهار هستند ایران وایر همچنین مطلع شده است که فرمانده نیروی انتظامی در بحث تجاوز دو شاکی دیگر نیز دارد این وبسایت خبری درباره جزئیات این رویداد نوشته که روز پنجشنبه 23 تیر ماه 1401 در یکی از روستاهای شهرستان چابهار یک زن به قتل رسیده و پس از آن جسد این زن در یک ساختمان در حال ساخت در روستا نزدیک منزل وی یافت شود خانواده مقتول موضوع قتل را به پلیس اطلاع می دهند. از آنجایی که مقتول به خانه همسایه ها رفت و آمد داشته است پلیس این همسایه ها را به عنوان مزنون بازجویی می کند پس از مرحله نخست بازجویی مجددا در نوبت دوم در روز پنجشنبه در شهریور 1401 بازجویی یک خانواده های روستا مستقیما توسط فرمانده نیروی انتظامی به شهر چابهار احضار کرده و سرهنگ ابراهیم کوچکزایی در دفتر خود در روز پنجشنبه دهم ده شهریور ماه ساعت 12 تا 2:40 دقیقه شخصا از تعدادی زن بازجویی می کند. یکی از افرادی که بازجویی می شود یک دختر نوجوان 15 ساله بوده است. بر اساس سخنانی که این دختر نوجوان پس از بازجویی به خانواده خود گفته است، سرهنگ کوچکزایی به این دختر گفته است که باید بدن او را بازدید کند. کوچکزایی به بهانه بازجویی این دختر را اوریان کرده و پس از آن به او تجاوز کرده است. این دختر پس از رفتن به روستا ماجرای تجاوز را به مادر خود اطلاع داده است. کشف حجاب کتایون ریاهی در اعتراض به جان باختن مهسا امینی کتایون ریاهی بازیگر شناخته شده ی سینما و تلویزیون ایران در اعتراض به جان باختن امینی تحت بازداشت گشته ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی حجاب از سر برداشت و عکس بدون روسری خود را منتشر کرد خانم ریاهی روز یکشنبه بیست شهری و شهریور زمین انتشار عکس بدون هجاب خود در اینستاگرام با اشاره به نام محسا امینی نوشت زنان ایرانی صدای یکدیگرند کتایون نریاهی بازیگر نقش زلیخا در سریال یوسف پیامبر در ماهای گذشته نیز در همراهی با جنبش من هم افشا کرد که سالها پیش توسط یک بازیگر شناخته شده ی مرد مورد آزار جنسی قرار گرفته است خانم ریاهی دومین بازیگر زن ایرانی است که در اعتراض به جانباختن محسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد کشف هجاب میکند پیش از او شبنم فرشادجو در اقدامی اعتراضی ضمن ابراز انزجار از رفتار ماموران حکومت جمهوری اسلامی هجاب از سر برداشت و خطاب به سران جمهوری اسلامی گفت از اعمال و رفتار شما بیزاره محسا امینی زن جوان اهل سقز که به همراه خانوادهش به تهران سفر کرده بود 22 شهریور توسط گشت ارشاد بازداشت شد و ساعتی پس از انتقال به مرکز پلیس امنیت اخلاقی معروف به بازداشتگاه وزرا به بیمارستان کسرا برده شد او روز 25 شهریور جان خود را از دست داد اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به قتل محسا امینی نمیخواهیم بمیریم در ادامه واکنش های اعتراضی به قتل محسا امینی که پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد در بیمارستان کسرای تهران جان گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در حیات دانشگاه تجمع کردند در تصاویری که از تجمع امروز در شبکه اجتماعی منتشر شده است دانشجویان سرود همراه شو عزیز را همخانی می کنند دانشجویان معترض همچنین کاغذ هایی که بر آن نوشته شده بود محسا امینی ما نمی بمیریم من اعتراض دارم و جینا جانم نمردی اسمت رمز می شود را در دست داشتند محسا امینی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد به بیمارستان کسرای تهران منتقل شده بود و 25 شهریور جان باخت پیکر او 26 شهریور در سقز در میان اعتراضات گسترده مردمی و حضور پرشمار مأموران امنیتی به خاک سپرده شد در سقز و سرندج اعتراضات تا نیمه شب شنبه ادامه داشت بنابر گزارش فعالان حقوق بشر و منابع محلی دهاتن از معترضان بازداشت شدند و شمار زیادی از آنها مجروح شدند معاون امنیتی استانداری کرد زخمی شدن معترضان و شماری از معموران امنیتی را تایید کرده است از همراهی و پشتیبانیتون سپاس گذارم شب خوبی داشته باشید